درود بر شما، ریحان فلاح هستم همراه شما به این بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. واکنش‌ها به کنارگیری بایدن. سخنگوی کاخ کرملین میگوید اتفاقات انتخابات آمریکا اولویت روسیه نیست. وزیر خارجه آلمان کنارگیری بایدن را به معنی ترجیح منافع آمریکا بر منافع شخصی دانست. این فرصتی خواهد بود تا در مورد دفع تجاوزات محور شرارت ایران در ماه‌های آینده با بایدن گفتگو کنم. سفر نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده. نتانیاهو هدف از این سفر را گفتگو با بایدن درباره محور شرارت جمهوری اسلامی اعلام کرد. اعلام زمان انحلال شورای راهبردی دولت از سوی ظریف ساعتی پس از انتقادهای خامنه‌ای. کیهان میگوید جمعی از اعضای شورای راهبردی مجرمانی امنیتی با سوابقی ننگین و خطرناک هستند. در ادامه همین بخش خبری. با وجود ممنوعیت بازی استقلال و پرسپولیس در آزادی، اجتماع 100 هزار نفری حجاب بار دیگر در این ورزشگاه برگزار می شود. یک روز بعد از کنارگیری جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از ادامه مبارزات انتخاباتی واکنش‌ها به این اقدام همچنان ادامه دارد. کنارگیری بایدن و حمایت او از معاونش کامالا هریس خبر اول رسانه‌های جهان است و شخصیت‌های شناخته شده در ایالات متحده و دیگر کشورها در این باره اظهار نظر می‌کنند. اعضای حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همچنین رهبران کشورهای جهان از جمله افرادی هستند که در این رابطه واکنش داشتند. وزیر خارجه آلمان میگوید این اقدام بایدن نشان میدهد او منافع ایالات متحده را به منافع شخصی خود ترجیح داده. به گفته آنا لینا بربوک، بایدن برای بهبود روابط واشنگتن با اروپا تلاش‌های بسیاری انجام داده که محدود به دوران ریاست جمهوری او هم نیست. بربوک رابطه آلمان با آمریکا را بسیار مهم توصیف و تاکید کرده روابط دو کشور برای حفظ امنیت و صلح در اروپا امری حیاتی است. وزیر خارجه آلمان همچنین گفته صرف نظر از نتیجه انتخابات آمریکا، اروپا باید سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای تقویت دفاع و امنیت اروپا انجام دهد. در واکنشی دیگر سخنگوی کاخ کرملین گفته روسیه به جز انتظار برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اولویت‌های دیگری دارد. دمیتری پسکوف با اشاره به 4 ماه زمان باقی مانده تا انتخابات 5 نوامبر آمریکا میگوید تا آن زمان ممکن است اتفاقات بسیاری رخ دهد. وزارت خارجه روسیه هم انتخابات آمریکا را یک مسئله داخلی خوانده و رئیس مجلس دومای روسیه هم گفته بایدن کنارگیری کرد چون می‌دانست در این انتخابات پیروز نخواهد بود. کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا از حمایت بایدن برای نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری قدردانی کرده. هریس وعده داد برای متحد کردن حزب دموکرات با مردم آمریکا و شکست دادن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری تمام توان خود را به کار می‌گیرد. همزمان رویترز به نقل از منابع نزدیک به کمپین دموکرات ها اعلام کرده تا به حال 50 تن از سران حزب دموکرات از نامزدی کامالا هریس به جای جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کردند. دونالد ترامپ در واکنش به تصمیم بایدن او را بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا توصیف کرد. ترامپ همچنین گفته شکست دادن کامالا هریس برای او آسان تر از بایدن است. جلیل روشندل استاد روابط بین الملل کنارگیری بایدن را با توجه به وضعیت سلامتی او تصمیمی درست می‌داند. سال اخیر شاهد این بودیم که آقای بایدن به لحاظ جسمی به هر حال مشکلاتی داشتند و شاید هم در مراحل آغازین زوال عقل بودند. حوادث مختلفی که از دید دوربین خبرنگاران به اصطلاح مخفی نمونده و ما توی رسانه‌های اجتماعی اون رو دیدیم، اگرچه به هر حال تیم پزشکی آقای بایدن هیچ وقت رسما اعلام نکردن که ایشون مشکل خاصی دارن و خود ایشون هم چندین بار که مورد سوال قرار گرفتن در واقع سعی کردن به نوعی از جواب دادن پاسخ دادن تفره برن و اون رو به اصطلاح علت سفر طولانی یا تغییر زمان در شرق یا غرب یا اروپا و غیره بدونن. ولی به هر صورت من خیال میکنم که نهایتاً این تصمیم بسیار درستی بود برای اینکه این وقایع نمیتونست برای 4 سال آینده ادامه پیدا بکنه و حتی موجودیت و نفوذ حزب دموکرات رو در میان طرفداران خودش
تحت شعاع قرار میداد و کم کم میدیدیم که در کنگره و در اعضای داخل دولت از او میخوان که مثلا از کاندیداتوریش در حزب برای انتخابات سال آینده استعفا بده. و نهایتا هم ایشون من فکر میکنم با هماهنگی با سران حزب به این نتیجه رسید، اگرچه رئیس جمهور خودش رهبر حزب به حساب میاد و بقیه بیشتر از او هر شنوی دارن. بپردازیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه اول مرداد نشست ویژه‌ای درباره حمله اخیر حوثی‌ها به تل‌آویو و واکنش اسرائیل برگزار خواهد کرد. به گزارش شبکه آی 24 اسرائیل نشست به درخواست آمریکا، فرانسه و بریتانیا برگزار می‌شود. گارد ساحلی مالزی از توقیف کشتی خبر داده که روز جمعه بعد از برخورد با یک کشتی دیگر در آبهای سنگاپور محل حادثه را ترک کرد. پیشتر رویترز اعلام کرده بود برخورد کشتی سرسه یک با نفتکشی با پرچم سنگاپور منجر به وقوع آتش سوزی و زخمی شدن دو خدمه کشتی شده بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی به مناسبت آغاز بازی های المپیک پاریس خواستار آتش بس و صلح در جهان شد و به المپیک پاریس 2024 را رویدادی مهم برای اتحاد مسالمت آمیز فرهنگ های مختلف به منظور رسیدن به صلح عنوان کرده. و ما چهره‌های سیاسی اسرائیل از تلاش‌های جو بایدن برای حمایت از این کشور قدردانی کردند. بایدن که اولین سفر خارجی خود به عنوان سناتور را نیم قرن پیش به اسرائیل انجام داده بود، تنها یک روز پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن اعلام کرد که از رقابت ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها علی‌رغم کناره‌گیری بایدن از رقابت انتخاباتی، همچنان برنامه دیدار او با نتانیاهو که صبح امروز وارد راهی واشنگتن شده تغییری نکرده. نتانیاهو پیش از سفر به ایالات متحده به خبرنگاران گفته همکاری درباره دفع تجاوزات محور شرارت جمهوری اسلامی یکی از موضوعات مورد گفتگوی با جو بایدن خواهد بود. من اکنون سفر بسیار مهمی را به ایالات متحده آغاز می کنم. در زمانی که اسرائیل در 7 جبهه می جنگد و در زمان عدم اطمینان سیاسی در واشنگتن، در این سفر برای 4مین بار به عنوان نخست وزیر اسرائیل در کنگره سخنرانی خواهم کرد. من در سخنرانی خود بر اهمیت حمایت دو حزبی از اسرائیل تاکید خواهم کرد. به دوستانمان در دو حزب خواهم گفت صرف نظر از اینکه چه کسی برای رهبری مردم آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد، اسرائیل مهمترین متحد ایالات متحده در خاورمیانه و متحدی بی بدیل است. همچنین قرار است با رئیس جمهور جو بایدن که بیش از 40 سال است او را می شناسم ملاقات کنم. این فرصتی خواهد بود تا از او به خاطر کارهایی که برای کشور اسرائیل انجام داد، چه در جنگ و چه در طول سالهای خدمتش به عنوان سناتور، معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور تشکر کنیم. همچنین این فرصتی خواهد بود تا در مورد مسائل مهم دو کشورمان، همکاری برای آزادی همه گروگان‌ها، همکاری برای پیروزی بر حماس، همکاری در دفع تروریسم و دفع تجاوزات محور شرارت ایران در ماه‌های آینده با او گفتگو کنم و همچنین اطمینان حاصل کنیم که همه ساکنان در شمال و جنوب سالم به خانه‌های خود باز خواهند گشت. من فکر می‌کنم که در این زمان جنگ و بلا تکلیفی بسیار مهم است که دشمنان ما بدانند آمریکا و اسرائیل در کنار هم هستند، امروز، فردا و برای همیشه. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ماست. اشکان، به ما بیشتر بگو درباره اهمیت سفر نتانیاهو به واشنگتن، محورهای این سفر و واکنش‌ها در اسرائیل درباره کناره‌گیری بایدن از رقابت ریاست جمهوری آمریکا. خب این در واقع 4مین باری هست که نتانیاهو، همونطوری که خودش هم گفت، در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. او تنها رهبر خارجی هست که
این تعداد سخنرانی در کنگره ایالات متحده داشته، اما زمانی که این سفر داره انجام میشه و سخنرانی، شاید بهترین زمان هم نباشه برای نتانیاهو، در شرایطی که خود او گفت آمریکا در یک بلا تکلیفی سیاسی هست، تنش‌ها بین دو حزب بالا گرفته، این موضوع میتونه بر سفر او و حتی بر استقبال از او هم تأثیر بگذاره. او اگرچه تلاش میکنه که الان در این صحبتهایی که داشت موضوع اسرائیل یک موضوع فراحزبی بکنه در ایالات متحده، موضوعی که فراحزبی بوده در اکثر دهه های گذشته، اما به نظر میاد که خب واقعیت این هست که در طول چند سال گذشته این موضوع حزبی تر و حزبی تر شده و این موضوع میتونه بر سفر او هم تأثیر بگذاره. او در حالی داره به آمریکا میره که کمتر از 12 ساعت پیش از اینکه او در واقع سوار هواپیما بشه، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که از رقابت‌های ریاست جمهوری کنارگیری میکنه و الان بحثی که در اسرائیل در بین کارشناسان، ناظران، رسانه‌ها داره مدام مطرح میشه این هست که خب چه کسی جایگزین بایدن خواهد شد در رقابت‌های انتخاباتی به عنوان نامزد حزب دموکرات، و اگر حالا این نامزد بیاد و رئیس جمهور ایالات متحده بشه، این چه تأثیری میتونه بر اسرائیل و بر روابط اسرائیل و ایالات متحده داشته باشه. خب اون چیزی که تا الان به نظر میرسه احتمالاً کامالا هریس معاون بایدن جایگزین او خواهد شد به عنوان نامزد حزب دموکرات. آن چیزی که رسانه‌های اسرائیلی نوشتن، از جمله مثلا وبسایت خبری واینت نوشته امروز، گفته که خب این مشخص هست که سیاست یا حداقل در دست کم در کلام کامالا هریس بیشتر منتقد اسرائیل هست، نگرانی از این نداره که انتقادات خودش رو از اسرائیل مطرح کنه یا حمایت خودش رو از فلسطینیان مطرح کنه، اما سیاست کلی آمریکا شاید چندان در واقع تغییری نکنه اگر او هم رئیس جمهور بشه. و یک نکته دیگری هم که در اسرائیل بهش اشاره میشه این هست که الان تا این چند ماهی که از ریاست جمهوری بایدن مونده، او چون دیگر در واقع نگرانی از انتخاب شدن یا نشدنش نداره، میتونه سیاست هایی که در مورد اسرائیل و فلسطینیان داره بدون هر گونه نگرانی اجرا بکنه. متشکرم از توضیحاتت اشکان صفایی، اورشلیم. اما بر اساس اعلام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، یگان شناوری روسیه برای شرکت در رزمایش امداد و نجات و امنیت دریایی 2024 در دریای خزر وارد آب‌های ایران شده. این رزمایش با حضور یگان‌های شناور پروازی نیروهای دریایی ارتش ایران، سپاه پاسداران، همچنین شناور SB-45 روسیه و نمایندگانی از کشورهای حاشیه دریای خزر و جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود. همکارم علی کاظمی از مسکو با ماست. علی، بیشتر ابتدا در مورد جزئیات این رزمایش دریایی به ما بگو لطفاً. باید بگم که رزمایش روز گذشته بود که شناور روسیه وارد آب‌های ایران شد و امروز هم سخنگوی نیروی دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که رزمایش آغاز شده، رزمایشی که با حضور شناور روسیه، در حالی که نیروی دریایی روسیه آذربایجان و کشورهای حوزه خلیج دریای خزر نظارت میکنن برای این رزمایش آغاز شده. لحظات پیش که من خبرها را پیگیری میکردم، در این رزمایش در ابتدا نیروی دریایی جمهوری اسلامی با روسیه کار خودشان و آموزش خودشان آغاز کردن روی حریق و خاموش کردن حریق دریایی، که تصاویری که از این به نمایش رسیده ای است که مشترکاً نیروی دریایی جمهوری اسلامی و روسیه چنین کاری را انجام دادن. رزمایش زیر نام امداد، نجات و امنیت دریای خزر 2024 آغاز شده و اولین آزمایششان هم پرداختن به ای که یک کشتی حریق شده و بتارن که کمک بکنن به کشتی که دچار حریق شده. و واکنش های متفاوت و ویژه‌ای هم داشتیم در روسیه درباره کنارگیری بایدن از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ما ابتدای برنامه کمی بهش پرداختیم، جزئیات بیشتر از شما بشنویم. بله، همچنان که شما هم بهش اشاره کردن، کاخ کرملین اعلام کرده مهمتر دافیست که در اوکراین هست و
کنارگیری بایدن اهمیتی نداره برای فدراسیون روسیه و گفته که تا انتخابات هم تا کنون 4 ماه مانده و اتفاقات در راه هست و باید منتظر باشیم تا انتخابات به پایان برسانه و گفتن که برای فعلا اهمیت و ارزشی که برای روسیه داره اهدافی است که روسیه در عملیات نظامی ویژه خودش در روسیه داره. ولی نخستین واکنشی را که روسیه داشته ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه بوده که اشاره کرده که حال باید بررسی بشن رسانه‌هایی که مشکل روانی بایدن جور دیگری به نمایش می‌گذاشتند و حتی در دست داشتن تا افکار عمومی را بازی بدن و فریب بدن و گفتن که یک حزب اونا فریب دادن با نشر صحت بایدن و گفتن نوبت بررسی رسانه هاست. از سوی دیگر گفتن تعدادی کارشناسان در روسیه گفتن که باید به این فکر نکنیم که بایدن چه نقاط ضعف روانی داشت، چگونه نمیتونست به هواپیما بالا بشه، باید تصاویرش دست به دست نشه، ویدیوش دست به دست نشه، باید کارهایی که بایدن در طول دوره ریاست جمهوری خودش کرده، تبدیل کردن یک کشور اروپایی که به اوکراین اشاره کرده، تبدیل کشور اروپایی به یک کشور تروریست، اقتصاد جهان و همچنان مشکلاتی که در جهان و خاورمیانه است و حمایتی که دولت بایدن از اینا کرده، گفته باید اینا بررسی شوه و به اینا گفتگوها درباره اینا بیشتر انجام بشه. متشکرم. علی کاظمی، مسکو. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین امروز. واکنش‌ها به کنارگیری بایدن. سخنگوی کاخ کرملین میگوید اتفاقات انتخابات آمریکا اولویت روسیه نیست. وزیر خارجه آلمان کنارگیری بایدن را به معنی ترجیح منافع آمریکا بر منافع شخصی دانسته. این فرصتی خواهد بود تا در مورد دفع تجاوزات محور شرارت ایران در ماه‌های آینده با بایدن گفتگو کنم. سفر نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده. نتانیاهو هدف از این سفر را گفتگو با بایدن درباره محور شرارت جمهوری اسلامی اعلام کرد. اما ساعتی بعد از آنکه علی خامنه ای از دیدگاه ظریف در برنامه هسته ای انتقاد کرد، جواد ظریف رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت 14 گفته این شورا بعد از تشکیل کابینه منحل خواهد شد. به گفته ظریف تشکیل این شورا ابتکار شخصی پزشکیان و صرفاً یک بازوی مشورتی است و انتخاب نهایی پزشکیان میتواند فردی خارج از لیست اعلام شده از سوی شورا باشد. ظریف تاکید کرده کار این شورا بعد از تشکیل کابینه خاتمه پیدا میکند و کارهای دیگری هم ندارد. همزمان روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود به اعضای شورای راهبری پزشکیان حمله کرده و نوشته جمعی از اعضای این شورا مجرمانی با سابقه تخلفات امنیتی و قضایی هستند. کیهان از پزشکیان خواسته درباره سوابق اعضای شورای راهبردی برای انتخاب وزیران دولت آینده از دستگاه قضایی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استفسار داشته باشند. روزنامه زیر نظر علی خامنه‌ای نوشته اطرافیان پزشکیان در حال سهم‌خواهی انتخاباتی هستند و قرار است کابینه را مثل گوشت قربانی بین خود تقسیم کنند. و حساب کاربری علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس لیستی از معیارهایی که دولت و مجلس برای تشکیل کابینه ملزم به رعایت آنها هستند را منتشر کرده. این حساب کاربری با برشمردن 12 معیار مورد نظر خامنه‌ای نوشته اعضای کابینه باید از بن دندان معتقد به نظام باشند، نگرش جناحی نداشته باشند، همچنین اعضای کابینه نباید سوء سابقه داشته باشند. ایمان آقایالی فعال سیاسی معتقد است دولت پزشکیان هم مانند دولت‌های قبلی نمی‌تواند فراتر از اراده علی خامنه‌ای عمل کند و آنچه به عنوان مشورت شورای راهبری برای انتخاب کابینه عنوان می‌شود هیاهویی بسیار برای هیچ است. این دولت که در زمان تأسیس با چنین مسائلی مواجهه باید نشست و عاقبت کار رو دید. ببینید آقای خامنه‌ای خودش رو ولی و قیم میدونه و ولایت خودش رو در همه امور جاری مملکت به عیان داره نشون میده و چیزی نیست که پنهان باشه. در مورد همین مسئله انتخابات اخیر شاید بشه گفت بیش از پیش در لحظه لحظه و جای جای این انتخابات خودش رو نشون میداد و اراده خودش رو اعمال کرد.
در انتها هم که همین دیروز مشاهده کردیم وقتی که اومد حضور پیدا کرد در جمع دو قوه‌ای که اسمن و لفظاً در درون خود دستگاه جمهوری اسلامی با قوانین جمهوری اسلامی، این دو قوه منتخب مردم مثلا اساره خاص ملت هستند، یعنی قوه مقننه و قوه مجریه، برای اینها همانند یک پدرخوانده، همانند یک پدرسالار برای فرزندان مهجور خودش نشست صحبت کرد، یعنی براشون خط مش تعیین کرد چه بکنید چه نکنید. خب ببینید این مسئله مهمیه و خب آقای خامنه ای میخواد تعیین تکلیف بکنه و در اینجا قرار نیست کسی بتونه اراده خودش رو، اراده جز اراده آقای خامنه ای رو در تعیین وزرا یا مسیر آینده دولت نشون بده و از این حیث میتونه مرتبط باشه. ولی از جهت دیگه به خود این شورا اگر بخوایم نگاه بکنیم، طبق صحبت های آقای ظریفی گفته حتی قرار نیست نتایج این شورا الزام آور باشه برای رئیس جمهور و در نهایت هم هیچ رصد و پایشی هم قرار نیست انجام بده. خب این میشه هیاهوی بسیار بر سر هیچ. اصلا خب برای چی تأسیس شده، تشکیل شده چنین چیزی؟ تا حالا چند خبر کوتاه از ایران. کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعلام کرد در 24مین سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر برجسته ایرانی، مراسم بزرگداشت در آرامگاه امامزاده طاهر کرج روز دوم مرداد برگزار می شود. متن بیانیه می گوید در روزگاری که اردوکشی خیابانی برای سرکوب زنان و پرونده سازی های امنیتی برای فعالان و دیگر اندیشان و اهالی فرهنگ افزایش پیدا کرده، ادای احترام به شاملو تجلیل از آزادی است. برخی از تشکل‌های صنفی و کارگری ایران از تشکل‌های کارگری جهان خواستند جمهوری اسلامی را برای آزادی فعالان سندیکای زندانی تحت فشار قرار دهد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه چند تشکل کارگری دیگر خواستار تلاش برای آزادی رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی، رضا شهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری، سیسیل کوهلر و ژاک پاری فرانسوی شدند. به گزارش رسانه‌های داخلی، بخش وسیعی از جنگل‌های شلالدون باشت از ظهر یکشنبه در آتش سوخته. مدیر منابع طبیعی باشت در استان کهگیلی و روبوی رحمت اعلام کرد برای مهار آتش به کمک فوری و نیروی مردمی بیشتر و امدادی نیازمندیم. و در راستای مذاکرات صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، مشاور ارشد رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد باکو در حال کار بر روی سند موقت پیشبرد معاهده صلح دو کشور است. این در حالی است که الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان امضای هر نوع توافقنامه بین باکو و ایروان را منوط به اصلاح قانون اساسی ارمنستان دانسته بود. همکارم نرگس هورخش مرتبط با همین موضوع از استانبول همراه ماست. در مورد این سندی که قرار هستش که امضا بشه بین دو کشور و اینکه چقدر میتونه روی روند مذاکرات صلح آذربایجان و ارمنستان کمک کنه بیشتر به ما بگو. خب این یک سند موقت است و در عین حال میشه گفت یک نقشه راه برای پیشبرد مذاکرات صلح که از چند ماهی از بین آذربایجان و ارمنستان آغاز شده و همینطور در این سند اصول اساسی معاهده صلحی که قرار است در آینده بین دو کشور به امضا برسه جایگزین خواهد شد و تیم‌های مذاکره کننده بر اساس این اصول مذاکرات را به پیش خواهند برد و روی موارد اختلافی که در حال حاضر وجود دارد دو طرف کار میکنند تا در نهایت با این سند موقت بتانند به یک نتیجه مطلوبی در این موارد برسند. حکمت حاجیوف مشاور سیاست خارجی ریاست جمهوری آذربایجان در صحبت با رسانه ها گفته که 80-90% کار روی این سند عملا به پایان رسیده و انتظار میره که این سند پیش از برگزاری 29مین نشست اقلیمی سازمان ملل در باکو در ماه نوامبر آینده بین دو طرف به امضا برسه. اما الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان روز شنبه اعلام کرد که هرچند روی این سند کار جریان دارد اما هر گونه امضای توافق باید پس از حذف بخشی از قانون اساسی ارمنستان است که به گونه غیر مستقیم بر مسئله استقلال قره‌باغ کوهستانی اشاره کرده. پیشتر ارمنستان اعمال هر گونه تغییر در قانون اساسی این کشور را رد کرده
کرده بود، اما اخیراً نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده که باید تغییراتی در قانون اساسی به میان بیاید و ارمنستان نیاز به یک قانون اساسی جدید داره که خواسته های مردم ملت این کشور در آن وجود داشته باشند. می دانیم که مذاکرات پس از پیروزی آذربایجان در جنگ برق‌آسا در سپتامبر سال گذشته آغاز شدند و در ماه های گذشته ارمنستان 4 روستا را به آذربایجان سپرده و در حال حاضر هم مذاکرات جریان داره بر سر تعیین مرزهایی که در دوره جماهیر شوروی بوده و گفته شده که این مذاکرات همچنان ادامه خواهند یافت میان دو طرف. متشکرم از توضیحاتت همکارم نرگس هورخش، استانبول، ترکیه. و ما فراموش نکنید که همچنان میتونید با دانلود اپلیکیشن اینتل پلاس هم پخش زنده ایران اینترنشنال داشته باشید، هم آخرین خبرها از ایران و جهان، هم برنامه‌های خبری، مستندها و پادکست های ایران اینترنشنال به همراه گزارش‌های تحلیلی همگی در همین اپلیکیشن موجوده. شما میتونید خیلی راحت دانلودش کنید، QR کد رو روی تصویر میبینید، برای انواع موبایل و سایر دستگاه‌های هوشمند طراحی شده و میتونید که از خدماتش روی موبایلتون استفاده کنید. ممنون که همراه من بودید. در ادامه همکارم الهام از با خبرهای ورزشی با شماست. با ایران اینترنشنال بمونید.